سلام بچه ها، در ادامه شب امتحان مربوط به شیمی دوازدهم این بار میخوام فصل دو رو بررسی کنم. بچه هایی که فصل یک رو ندیدن و تحلیل سوالات امتحان نهایی مربوط به ترم اول 98 تا 1400 رو ندیدن برای فصل اول، حتما برن و دقیق اون 1 ساعت و 15 دقیقه مربوط به فصل اول سال دوازدهم رو ببینن که بودجه بندی خیلی زیادی داره و بستگی داره دیگه. بچه ها یه موقعی هست که شما مثلا معلم مدرسه تون سلیقه ایه، واقعا تا فصل 3 درس داده، کل فصل 1 و 2 رو امتحان میگیره. بعضی از بچه ها هستن تا سر سلسله سوختی ازشون امتحان میگیرن، ولی من بر اساس اون چیزی که تو ذهنم بود کل فصل دوم رو پوشش دادم و براتون سوالات این بخش رو به همون شکلی که اسید و باز بود و دقیقاً به ترتیب کتاب پیش رفته بودم، اینجا هم به همون ترتیب پیش رفتم. وقت تلف نکنیم، بریم سراغ اهل سوالات. سوال اولی که داریم برای دیماه 99، آزمون نهایی دیماه 99. بچه اینجا من یه مقدار جای کمتری دارم چون سوال الکتروشیمی کلن فضای زیادی میگیرن، یعنی صورت سوال خیلی گنده است ولی واقعا پاسخهای خیلی کوتاهی دارن. الان میبینید درک کنید تمومه، یعنی درک کردن این مفاهیمی که بهتون میگم خیلی مهمه. من این سری نکات اولی و بیسیک رو میگم. نگاه کنید بچه ها، گونه ای که الکترون بگیره، ما همیشه میگیم دیگه الکترون گرفتن یعنی جذب کردن امواج منفی. چی جذبش کنه؟ واکنش دهنده، سطح روحیت کاهش پیدا میکنه. یکی از دوستات هیچی نخونده، الان نزدیک امتحان بهش زنگ میزنی میگه آره هیچی نخوندم، ولش کن، میافتیم، بی خیال، دیگه اصلا نخون، ادامه نده، امواج منفی دوست داره، امواج منفی میفرسه. آدمای سم و منفی دور و بر خود نگه میداری، نمرت کاهش پیدا میکنه، روحیت میاد پایین. پس اگر یه گونه داشته باشیم ای مثلا ان بار مثبت مثلا بیاد ان تا الکترون بگیره، ما به این واکنش میگیم واکنش کاهش توی شیمی. از طرف دیگه اگر الکترون از دست بدی، اگر اون دوستت که قرار این حرفو بهت بزنه زمانی که بهت زنگ میزنه تلفنش رو جواب ندی، خیلی راحت سطح رویت میره بالا. یعنی چه الکترون از دست دادن؟ نگاه کنید بچه، فرض کنید همین گونه ای ما بیاد بشه ای ان بار مثبت به علاوه ان تا الکترون، ما به این فرایند میگیم فرایند اکسایش، نیم واکنشه اکسایش و نیم واکنش کاهش، که این دو تا همدیگه رو تکمیل میکنن و در واکنش نهایی ما هیچ الکترونی نداریم. من یه اصلاحی انجام بدم، به این بگم بی بچه ها، مثلا به این بگم بیه، یه فلز بی میشه بیه دوبار مثبت به علاوه دو تا الکترون. به اینم بگم ای دوبار مثبت به علاوه دو تا الکترون میده ای. بچه واکنش کلی اینا چی میشه؟ میشه ای دو بار مثبت به علاوه B به ما میده A به علاوه B دو بار مثبت. دقت کنید بچه ها، از طریق عدد اکسایش هم میتونید بدونید بفهمید کدوم گونه اکسایش پیدا کرده کدوم گونه کاهش پیدا کرده. دقت کنید اینجا رو، A شده A، A دو بار مثبت شده A، چه اتفاقی افتاده؟ حتما الکترون جذب کرده که بارش کم شده دیگه، یا به عبارت عدد اکسایشش کم شده. ما میدونیم عدد اکسایشه گونه هایی که خونسا هستن و شکل عنصری هستن، یعنی تک و تنها هستن، برابر صفر، عین A، عین B. ولی اینایی که بالاشون نوشته A دوباره مثبت، B دوباره مثبت، یا مثلا گونه عین سولفات SO4 دوباره منفی، اینا همه عدد اکسایششون همون بار یونشون حساب میشه. الان اینجا از دوباره مثبت شده صفر، عدد اکسایش کاهش پیدا کرده، فرایند من کاهشه. بچه یادتون باشه اون گونه ای که داره خودش کاهش پیدا میکنه داره الکترون جذب میکنه. الکترون از کجا جذب میکنه؟ از واکنش جذب میکنه که داره الکترون تولید میکنه. یعنی به عبارتی میتونیم بگیم اون گونه ای که داره کاهش پیدا میکنه عامل اکسایشه، ما به عامل اکسایش میگیم اکسنده. این از گونه کنار دستش باید ضدش باشه طبیعتاً دیگه، اکسایش و کاهش با هم یک جفت متضادن و عملا مکمل هم هستن. یعنی اگر این داره کاهش پیدا میکنه بی باید بشه بی دوباره مثبت، یعنی اکسایش پیدا کنه. تا اینجا حله؟ خب
اکسایش پیدا کرد و حالا این وقتی داره اکسایش پیدا میکنه، یعنی عامل کاهش یه گونه دیگه است، بغل دستیشه، بس این میشه عامل عملا کاهنده، چون عامل کاهش بغل دستیشه. اینا با هم ضدن بچه ها، حواستون به این باشه. یه نکته دیگه، اگر گونه اکسیژن هم بگیره باز هم میتونیم بگیم اکسایش پیدا کرد. یه نشونه دیگه از اکسایش اینه. و گونه ای هم که اچ مثبت بگیره، یعنی بازم کاهش پیدا کرد. این نشونه های تکمیلی مربوط به واکنش اکسایش کاهش. اگر عدد اکسایش بره بالا، عدد اکسایش هم که دیگه مطمئنم میدونید همون بار ظاهریه، مثلا نافلزات میتونن نسبت به خصلت نافلزیشون در کنار اتم های متفاوت این الکترون های پیوندیشون رو برای خودشون بکنن، یا اتم کناریشون این الکترون ها رو برای خودش بکنه، که در مورد اونم توضیح میدم. سر فرصت سوال داریم، خیلی سوال خفنی هم داریم، روش بحث میکنم که کامل درک کنیم مثلا عدد اکسایش چیه. نکته مهم الان اینجا اینه که ما گفتیم عدد اکسایش بره بالا واکنش میشه اکسایش، عدد اکسایش بیاد پایین میشه کاهش. کاملا اکسایش کاهش رو فکرام گرفتین، اکسنده کاهنده هم گرفتین که ضد اون فراینده. نکته مهم اینه اکسنده کاهنده یه گونه است، اکسایش کاهش یک فراینده، و این دو واژه رو با هم قاطی نکنید. یعنی گونه ای دوباره مثبت شما الان شد چی؟ اینجا اکسنده. گونه بی شما شد چی؟ کاهنده. اما این فراینده ای دوباره مثبت به علاوه دو الکترون میدهد، ای شد نیم واکنش یا همون فراینده کاهش شما. یعنی وقتی میگی کاهش اکسایش مربوط به فراینده، وقتی میگی اکسنده کاهنده مربوط به یک گونه است. نکته تکمیلی دیگه که تو سوال میگم بهتون، بریم سراغ سوال. میگه با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. دوتا واکنش داده، تو این واکنش همینجا میتونی کاتود آنود رو راحت تشخیص بدی. اگر کاتود آنود یادت رفته، من یک بار سریع براتون سلولم رسم بکنم که دیگه خیالم راحت بشه. نگاه کنید بچه ها، ما برای سلولای گالوانی که خود به خودی بودن چند تا ویژگی داشتیم دیگه. میگفتیم ای صفر سلولشون بزرگتر از صفره، دلتا اچشون کوچکتر از صفره و خود به خودی انجام میشن. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته در سلول گالوانی. میتونیم دو تا ظرف داشته باشیم، یا اصلا یک ظرف با یک تیغه جدا بشه. بزنیم دقیقاً عین کتاب عمل کنم که درک بهتری داشته باشیم. یک ظرف داریم که با یک تیغه جدا شده، یک غشای نیمه تراواه که میتونه یه سری از زیون ها عبور کنه، یه سری ترکیب هم نمیذاره عبور بکنن. اینجا یک تیغه فلزی قرار میدن که بهش میگن الکترود. اینجا می تیغه فلزی قرار میدن بهش میگن الکترود. اینجا یه محلولی میریزن که رسانا باشه، میگن الکترولیت. و نکته مهم اینه که الکترود هم باید رسانا باشه. تنها نافلزی که میتونه جا بگیره چیه؟ آفرین، گرافیت یا همون کربونه. دقت کنید بچه ها، حواسا جمع باشه لطفا. فلزی که اینجا انتخاب میکنیم، مثلا من میخوام اینجا روی انتخاب کنم، اینجا میخوام مس انتخاب کنم، فلزا خونساه. بعد میام محلولی رو انتخاب میکنم از جنس خود همین الکترود من. مثلا من میام زدن SO4 انتخاب میکنم. الان من اینجا ZN دوباره مثبت دارم، SO4 دوباره منفی. اینجا CU SO4، CU دوباره مثبت، SO4 دوباره منفی. شد الکترولیت من. یه ترکیب یونی میریزم که به یونهای سازندهش تفکیک بشه. بچه دقت کنید، ما میگیم دو تا فرایند در کنارم باید انجام بشه دیگه. یکی از این نیم سلول ها باید درش اکسایش اتفاق بیفته، یکی باید کاهش اتفاق بیفته. بچه من حالا بهتون این شکلی میگم، چند تا راه داریم برای اینکه پیدا کنیم آیا این گونه ای که بهتون داده گونه ای که داره اکسایش پیدا میکنه یا کاهش، یعنی یا کاتود یا آنود، که در موردش صحبت میکنم. یکی از روش هایی که واکنش رو بررسی کنی. مثلا من واکنش میدم، میگم ZN به علاوه CU SO4 میدهد CU به علاوه ZN SO4. من میگم این خود به خودی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی SO4 رو بریز دور، نقش تماشاچی رو داره دو سمت. یعنی عملا ZN شما شده ZN دوباره مثبت، CU شما هم شده CU دوباره مثبت، شما هم شده CU.
اینجا دو تا الکترون گرفته، اینجا دو تا الکترون از دست داده. بچه ها الکترون از دست داده، الکترون از دست داده، چه اتفاقی افتاده؟ اکسایش. بچه ها فضا یا نیم سلولی که درش اکسایش اتفاق میفته میگن آنود. رمزگذاریمون چجوریه؟ الف داره اول اکسایش، اول آنود هم الف داره. تو آ در نظر بگیر، الف در نظر بگیر، بس این ور میشه آنود. از واکنش فهمیدیم. سمت راست چطور بچه ها؟ داره کاهش پیدا میکنه. اول کاتود کاهشه، یعنی کاف کاف کاهش، کاتود کاتود کاهش. دیگه حفظ کردنش واقعا سخت نیست. نیم سلولی که همیشه در آن کاهش اتفاق میافتد بهش میگیم کاتود. بچه ها تو کاتود داره چه اتفاقی میافته؟ داره الکترون جذب میشه. سی و دوبار مثبت ما میاد رو سطح الکترود، اینجا الکترون میگیره و میشینه رو این سطح. بس من اینجا فقدان الکترون دارم، اینجا بارش مثبته. این ور چطور بچه ها؟ این ور ZN من میاد الکترون آزاد میکنه دوتا و به شکل ZN دوباره مثبت وارد محلولم میشه. ZN دوباره مثبت AQ دیگه بچه ها، محلول آبیه. در ادامه چه اتفاقی میفته؟ در ادامه اینجا پر بار منفی، اینجا فقدان بار منفی. الکترون ها همیشه از اونجایی که منفیه به سمت مثبت حرکت میکنن، یعنی الکترون در مدار خارجی از آنود به کاتود میره. خب الکترون از اینجا به اینجا انتقال پیدا میکنه، جریان عبور میکنه، یا ولت سنج میذارن یا یه چراغ میذارن. ولت سنج اختلاف پتانسیل بین این دو نیم سلول رو بهت نشون میده. تا اینجا فکر نکنم عجیب و غریب بوده باشه. حالا استدلال کن یکم، حفظ نکن لطفا. ادامه دهنده راه الکترون در درون محلول یونه. بچه کدوم یونه که بارش منفیه؟ آفرین، آنیون. بس در ادامه مسیرش در مدار داخلی، که به این میگیم مدار داخلی، به اینجا میگیم مدار داخلی که پر الکترولیته، یونهای منفی، نها کنید از این ور اینجوری نیومد بار منفیمون، میاد اینجا. اینجا دیگه وظیفه عبور بار منفی رو چی داره؟ آنیون داره. آنیون در مدار داخلی میاد از کاتود به آنود. بس بار منفی، یون منفی میاد این ور سمت آنود، یون مثبت میره سمت کاتود در داخل. به نظر من شما جریان بار منفی و الکترون رو به شکل یک دایره در نظر بگیرید. فقط بدونید در داخل محلول کاتیون عکس آنیون عمل میکنه، ضد همان همیشه دیگه، مسیرش هم عکسه. نکته بعدی، مگه ما اینجا داره کاهش برامون اتفاق نمیفته؟ بچه‌ها دارم در مورد سلول گالوانی صحبت میکنم، داره کاهش اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی سی و دو بار مثبت من که توی محلول بوده داره میشینه رو سطح مس من و به مس صفر تبدیل میشه. یعنی اینکه از غلظت سی و دو بار مثبت من داره کاسته میشه، به جرم تیغه مس من که تو کاتود داره افسوده میشه. این و زد ان دوباره مثبت من میاد رسوب میکنه، زد ان من میاد تبدیل میشه به زد ان دوباره مثبت، و زد ان دوباره مثبت من میاد توی کف ظرف قرار میگیره، یا به شکل محلول یا اگر فراسیر شده بشه به شکل ذرات خاص میاد داخل محلول قرار میگیره. کاری نداریم که ما اینجا محلول داریم دیگه، اصلا بحث فرعی نداشته باشه. زدن دوباره مثبت میاد اینجا قرار میگیره. بس عملا غلظت زدن دوباره مثبت در سمت آنود میره بالا، جرم تیغه روی داره خورده میشه دیگه. این زدنی که الان از اینجا میاد داخل محلول، از کجا داره میاد؟ از تیغه روی یا تیغه آنود، جرم تیغه آنود کاسته میشه. کل داستانی که در مورد سلول گالوانی باید بدونید همینه. به سلول الکترولیتی رسیدم، فرقش رو بهتون توضیح میدم بچه ها. و ما برای انجام پذیری واکنش هم چند تا راهکار بهتون میگیم. البته میگم اینا همه چارچوب تشریحیه، فعلا چارچوب تستی داریم کار نمیکنیم. خب الف چی میگه؟ ای صفر واکنش دو را محاسبه کنید. ای صفر واکنش دو بچه ها، واکنش دوم چیه؟ زد ان دوباره مثبت تبدیل شده به زد ان. زد ان چی پیدا کرده بچه ها؟ بگین. آفرین، کاهش پیدا کرده. بس زد ان من چیه؟ کاتوده. بس بغل دستیش یعنی ام ان من چیه؟ آنوده. یاد بگیرین هر وقت گفت ای صفر واکنش بگین ای ام اف مساویه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود.
همیشه هم بهتون اعداد رو تو جدول میده، فقط کافیه جاگذاری کنید بچه‌ها. من فرضم اینه شما میدونید SHE چیه و میدونید که پتانسیل های کاهشی استاندارد چجوری مرتب شده. یه جدولی بود که معمولا این جدول رو تو امتحانای بهتون میدن، یه نگاه کن اگر تو بلد باشی آنود کادود رو به دست بیاری، بقیه کار خیلی ساده است. اینجا الان در ادامه بچه‌ها کادود من چی بود؟ ZN. ZN چه عددی براش مشخص کرده؟ 7600 می نویسم، 7600 ولت. یه منفی هم داره، اما این منفی که توی فرموله بچه‌ها ثابت ها، سوتی ندیم، این ثابت. ادامه بخوام بدم داخل پرانتز، ای صفر مربوط به منگنز منفی 1.18. بخواین حساب کنید بچه‌ها میشه 18 که اینجا داریم، 24 هم اونجا داریم، میشه 42. چون این منفی در منفی میشه مثبت، میشه 1.18 منهای 76 میشه 42 ولت. این از این. خب در ادامه ما فهمیدیم ESL ما بزرگتر از صفر، بس این واکنش خود به خودیه. یکی از روش های پیدا کردن این که یک واکنش خود به خودیه اینه، اگر ای صفرش بزرگتر از صفر باشه یا همون EMFش بزرگتر از صفر باشه، ما میتونیم بگیم که خود به خودیه. کوچکتر از صفر غیر خود به خودیه، بهش میگیم سلول الکترولیت، پیل الکترولیتی. حواستون باشه بچه ها، دقت کنید به چی میگه در واکنش، یک کدام واکنش دهنده کاهنده است. چرا؟ نگاه کنید بچه ها، گونه ای که اکسایش میابد، یعنی به عبارتی الکترون از دست میدهد، کاهنده هست. بگردین دنبال گونه ای تو واکنش یک که داره اکسایش پیدا میکنه. ببینید بچه ها FE دوباره مثبت شده سه بار مثبت، عدد اکسایشش رفته بالا. بس من میتونم بگم FE دوباره مثبت من کاهنده است بچه ها. این از این. پی چی میگه؟ میگه در سلول منگنز نقره جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی چگونه است؟ دلیل بنویسید، بدون دلیل حرف نزنید توی این امتحانات بچه ها، خیلی مهمه. یه رمز بهتون میدم بچه ها، بچه پایین باخت نمیده. رمز رو گرفتین چی شد؟ بچه پایین باخت نمیده. چقدر عجیب آقا این چاله میدونه مگه اینجا. حواست بده به من، از دل همینا چهار تا مطلب درست در میاد. بچه اونایی که ای صفر کم دارن بچه پایین در نظر بگیریم. این ای صفر بچه پایینه دیگه، بچه مثلا توی این محله ما یه سری هم بالا بالا ها نشستن، این طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، مثل این پایین ماینا، این منیزیم، آلومینیوم، فلزات واکنش پذیر. بچه پایین باخت نمیده. باخت نده یعنی چه؟ همیشه برد میده. برد به معنای بالا رفتنه. یعنی اونی که ای صفر کمتر داره به عبارت ای صفر منفی تر داره. خب بچه ببخشید مشکل فنی پیش اومد یه لحظه، داشتم میگفتم اونی که ای صفر کمتر داره یا ای صفر منفی تر داره دوست داره که اکسایش پیدا کنه، یعنی بره بالا، آنوده. یعنی اونی که ای صفر منفی داره میشه آنود من. حواست باشه ای صفر بزرگه میشه کاتود من، و اینم واقعا با عقل جور در میاد دیگه. مگه ما نگفتیم الکترون ها از منفیه میرن به مثبته میرسن؟ همیشه از قطب منفی به قطب مثبت میرسن. خب هر چقدر منفی تر باشه الکترون تولید میکنه میشه آنود، به قطب مثبت میرسن. خیلی مفهوم مهمیه بچه. حالا میتونی بیای تعیین کنی بچه پایینت کدومه، منگنز یا نقره؟ منگنز یا نقره؟ بچه پایین منگنزه، بس منگنز میشه آنود. اون وقت نگاه کن چقدر سریع شد، ایجی شما میشه کاتود. حالا بچه ها الکترون اینجا تولید میشد دیگه، یعنی اون میله من، تیغه من که بررسی کردم پر از الکترونه، میره به سمت نقره. بس میتونیم بگیم چون در واکنش مثلا اینها چون ای صفر کمتری داره منگنز، نقش آنود میگیره. بس ای صفر کمتر منگنز میشه نقش آنود، و الکترون در مدار خارجی از آنود به کاتود میره که کاتود ما هم همون ایجیه، به همین راحتی
میشه یک. نگاه کنید بچه‌ها، با دونستن 3-4 تا مفهومی که اول بهتون گفتم چقدر راحت میشه سوالا رو حل کرد. پس نترسیم، واقعا میگم بارها تاکید کردم توی این شب امتحانمون که سوالای عجیب و غریب قرار نیست بیاد، همین در حد نرمال. سوال بعدی که برای خرداد 1400 و سوال خوبیه قطعاً که ما خرداد 1400 رو ارزیابی کردیم، واقعا سوالات خوبی داشت. با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد، بازم همون ای0را رو داده. اگه می‌خوای با کلاس باشی، با کلاس بنویسی، من توصیه‌ام اینه بیا از مثبت به منفی اینا رو کاهشی بنویسی. یعنی الکترون همیشه سمت واکنش دهنده‌ات باشه. مثلا بنویسی آجی مثبت به علاوه الکترون میشه آجی، و امجی دوباره مثبت به علاوه دو تا الکترون میشه امجی. نگاه کنین بچه ها، روال به این شکله. این یه تعداد الکترونی میگیره میرسه به اونی که بعد اسلش قرار داده شده. الف چی میپرسه؟ در سله گالوانی، میگه گالوانی منیزیم نقره کدام فلز نقش کاتود را ایفا میکنن؟ ببین چقدر راحت میشه. بچه پایین باخت نمیده. بچه پایین بس چی بود؟ آنود بود. بچه بالا کاتود بود. ما دنبال کاتود میگردیم. کدوم ای صفر بیشتری داره؟ آجی. چون ای صفر آن بیشتر است، به همین کوتاهی و سادگی. به چی میگه؟ میگه نیم واکنش انجام گرفته در آنود را بنویسید. تو آنود چه اتفاقی افتاده؟ آنود ما چیه؟ اونی که بچه پایین بود، اونی که ای صفر کمتر داشت، دوستش بره بالا. بس من میتونم اینو بنویسم، نیم واکنش مربوط به منیزیم. بچه ها منیزیم باید تو آنود چی پیدا کنه؟ بگین 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 بگین. اکسایش. یعنی اگر برای خودت اومدی این چیزی که من اینجا نوشتم و نوشتی اشتباه میکنی. مثلا تو میگی خب شکوریان نوشت ام جی دوباره مثبت به علاوه دو الکترون میده ام جی. خب این میگه در آنود، این که الان اکسایش پیدا نکرده، کاهش پیدا کرده. بس وقتی که تو داری در مورد آنود صحبت میکنی باید بیای بنویسی Mg میدهد Mg دوباره مثبت به علاوه دو تا الکترون. این الان میشه نیم واکنش. اون رفت و برگشت فلشه یادت نرا. دوباره سوال پرسیده په EMF سلول منیزیم نقره. نگاه کن چقدر الان حرفی عمل میکنی. منیزیم بچه پایین نسبت به نقره، میشه آنود من نقره کاتود من. EMF من میشد ای کاتود منهای ای آنود. فقط جاگذاری منیزیم بچه نقره چقدره؟ 8 دهم. منیزیم چقدره؟ منفی 2.37 میشه منفی، میشه مثبت 3 ممیزه. خب 8 تا 3 که میشه 11، میشه 3 ممیزه 17 صدم ولت. این ولت هم لطفا بنویس. این منفی در منفی مثبت، تاکید نکنم دیگه، منفی قبل آنود ثابته تو فرمول، حق نداری دست بزنی بهش. حرکت های هیجانی هم نکنید. و یه بار من دیدم بچه ها مثلا میان اینو یه زدن منفی میکنن، چه دلیلی داره؟ همینو جاگذاری میکنی بحث دیگه ای نداری. با انجام واکنش جرم کدام الکترود کاهش پیدا میکند؟ بازم در مورد منیزیم نقره داره صحبت میکنه. بچه ها کاهش جرم یک زمانی اتفاق میافتد برای الکترود، اتفاق میافتد که الکترود ما بی اثر نباشد. بی اثر نباشه یعنی چی؟ یعنی گرافیت نباشه. گرافیت تغییر جرم نداره، حواست باشه. این از این. حالا این کاهش جرم کجا اتفاق میفته؟ جایی که تیغه به یون محلول در آب تبدیل شود. تو اون شکل نشون داده بودم بهت که تو آنود من جرم تیغه غلظت اون گونه ای که توی الکترولیت افزایش پیدا میکنه. مثلا اینجا بین این دوتا کدوم یکی کاهش پیدا میکنه؟ منیزیم. جرم تیغه میگه، جرم خود بجو نمیگه، جرم خود نیم سلول نمیگه. اینم از این. چقدر خوشگل داره حل میشه. الکتروشیمی میگه ترس نداره، سوالا در همین حد دنا، نترسی بریم بعدی. خب یه موقعی هم هست
این تمرین کتاب سوال میدن در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده کننده رو تعیین کنید. بچه خیلی کار ساده در پیش داریم. عدد اکسایش چی بود؟ میگفتیم یه خلاصه نگاه همینجا میخوام بهت بگم و نمیخوام برم جدی که همینجا میگفتیم فلور در ترکیبات منفی یک، اکسیژن اغلب منفی دو، هیدروژن در کنار فلز بیاد میشه منفی یک، هیدروژن در کنار نافلز باشه میشه مثبت یک. گرفتید اینجا چی شد؟ فلزات اگر تک ظرفیتی باشن یعنی فقط یک کاتیون تشکیل بدن، اگر برن داخل ترکیب قطعا بار اونها شدد اکسایششون. فلزات اگر چند ظرفیتی باشن باید محاسبه کنیم که توضیح میدم. این همین CU، الان CU چند ظرفیتی؟ تو نمیتونی با قاطعیت بگی این CU دوباره مثبته یا یه بار مثبته، باید حسابش کنی. در مورد فلزات مینیمم عدد اکسایش صفره و بدون مجموع عدد اکسایش ها در یه ترکیب باید برابر صفر یا برابر بار یون باشه. اگه یون باشه، اگرم که یون نباشه که بار صفر هم. بریم هم بررسی کنیم بچه ها. آل اینجا صفر بوده. گونه‌های تک و تنها هم گفتم دیگه، همه اینها زمانی که به شکل مولکولی ظاهر بشن. یعنی تو F2 ببینی، N2 ببینی، O2 ببینی، S8 ببینی، NA ببینی، BR2 ببینی، بار نداشته باشن صفرن. و این نکته ریز دیگه هم بگم اینجا پرانتزی بریم نکته رو. تو OF2 ببخشید بچه، تو OF2 چون فلور نافلستر از اکسیژن، اکسیژن عدد اکسایش مثبت دو میگیره. تو H2 O2 هم خودتون حساب کنید. هیدروژن رو بگیریم. دیده میشه مهندس؟ نه؟ یه شیر اکسیرین به بچه هم میدی؟ چی گفتم شیر اکسیرین؟ شیر اسکرین به بچه هم میدی؟ اون آبی هم دیده نمیشن؟ یه لحظه شیر اسکرین بگیم بچه ها ببینیم. تو H2 خودتون حساب کنید. مثلا تو OF2 رو من بهتون نشون میدم چی باید حساب کنید. OF2 بچه O مجهولتونه، یه دونه ازش بیشتر ندارین، دو تا فلور دارین. فلور گفتم در ترکیبات همیشه یه همیشه نقش منفی یک میگیره. دو تا ازش داری، یعنی از فلور چند بار منفی داری؟ دو بار منفی. بچه زیروند ضرب داره اون عدد اکسایش که تو اون ترکیب داره میشه، کل اتم ها جدا جدا ضرب میشن بعد با هم جمع میشن، این برابر بار کل ترکیب قرار میگیره. یعنی الان او منهای دو باید برابر چه باشه؟ صفر، چون ما اینجا هیچ باری نداریم. اینجا او میشه مثبت دو، کاملا حرفمون تایید شد. حالا بریم برای گونه های پایینی. آل اینجا صفره، سی یو هم اینجا صفره. ببین من شیر اسکرین نمیخواد، ممنون. اینجا بچا سی یو رو حساب کنید. سی یو اینجا چنده؟ مثبت دو. آقا چرا مثبت دو؟ چون کل این SO4 منفی دو دیگه، ما بلدیم سولفات یک یون چند اتمی دوباره منفیه، میشه سی یو منهای دو مساوی صفر، که سی یو شما میشه مثبت دو، اینجا آل شما میشه مثبت سه. حساب کردن نمیخواد بچه. آلومینیوم یا خونسا صفره یا وقتی بره داخل ترکیب میشه مثبت سه، چون تنها باری که میگیره مثبت سه. دقت کنید الان اینجا عدد اکسایش آلومینیوم رفت بالا، اکسایش پیدا کرد. عدد اکسایش مس اومد پایین، کاهش پیدا کرد. بس الان آلومینیوم من گونه کاهنده است، در کنارش مس گونه اکسنده است. این هم از بحث تعیین عدد اکسایش که مروری در موردش داشتیم. بریم سراغ سوال بعد. هر دو سوال ما خرداد 97 زن. این سوال خوبیه، میگه با توجه به واکنش های زیر به سوالات پاسخ دهید. بچه یه لحظه توجه کنید، ترتیب اکسندگی کاهندگی رو اینجوری یاد بگیرید.
نگاه کنید بچه ها، الان زد ان اینجا خودش چی پیدا کرده؟ به من میگین؟ زد ان اینجا خودش چی پیدا کرده؟ اکسایش پیدا کرده. وقتی اکسایش پیدا کرده، پس بغل نسیش کاهش پیدا کرده، غیر اینه. پس شما میتونید بگین قدرت، قدرت کاهش دادن SN توسط ZN زیادتره دیگه نسبت به وارونه این قضیه. یعنی چی آقا؟ بچه ها الان اگه بخواین قدرت کاهندگی رو بنویسین، اولا بگم نمیتونید از این دوباره مثبت ها استفاده کنید، چون این دوباره مثبت که بالاترین ظرفیت عدد اکسایش این فلز است، از این بالاتر نمیتونه بره، چون اصلا دیگه جا نداره که به بخش بالاتر برسه. پس باید کاهش پیدا کنه. پس نقش اکسنده رو یون‌های مثبت ایفا میکنن معمولا، و اونایی که خونسا هستن تو فلزات نقش کاهندگی ایفا میکنن. حواستون باشه. ما یه رمزی هم داشتیم تو اون جدول چارک، تمام گونه‌های سمت چپی توی جدول پتانسیل کاهشی اکسندن، گونه‌های سمت چپ، گونه‌های سمت راست همه کاهندن. حالا حتما در مورد اون هم صحبت میکنیم، ولی فعلا برسیم به این بحث. بچه‌ها الان اینجا ZN تونسته، ZN تونسته چی رو کاهش بده؟ SN رو کاهش بده. بس قدرت کاهندگی ZN از SN بیشتره. این شد از این. حالا در ادامه توی واکنش بعدی، الان اینجا SN من چی پیدا کرده؟ اکسایش پیدا کرده. هاش مثبت منو چی داده؟ بگین هاش مثبت من کاهش پیدا کرده. بس قدرت SN برای کاهش هیدروژن بالاه. از چی بالاتره؟ از اون H2، نه از این مثبت ها. حواست باشه، چون اینا میگن مثبت های ما نمیتونن نقش کاهنده بپذیرن. SN من تونست H مثبت رو کاهش بده، بس SN من از H2 من کاهندگی بیشتری داره. دارم سری کاهندگی برات مرتب میکنم، استدلالی. پایینی و خوب حواست باشه، میگه این انجام نمیشه. اگر انجام میشد چی میشد بچه ها؟ اگر این انجام میشد، ZNمون میشد ZN دوباره مثبت، یعنی خودش اکسایش پیدا میکرد. قبول داریم؟ اگر این اکسایش پیدا میکرد، بس میتونست کلسیوم رو چی بده؟ بگین اگر خودش اکسایش پیدا میکرد، بس قدرت کاهندگیش از کلسیوم بیشتر شد. اگر واکنش میداد، اگر واکنش میداد، قدرت کاهندگی ZN از CA بیشتر میشه. اما الان اتفاق نیفتاده. پس کافی علامت بزرگتری رو بکنی کوچیکتری. پس اینجا یک کلسیوم هم اضافه میشه. اگر دقت کنید قدرت کاهندگی متناسب با واکنش پذیری فلزات هم هست. یه نمونه دیگه برم همینجا دوباره یه توضیح ریز بدم که مطمئن بشم فهمیدین. اگه میخوای اکسندگی رو بفهمی، وارون اکسندگی، باید برای اونی که بالاترین درجه اکسایش داره حساب کنی. حواست باشه. الان اینجا SN دوباره مثبت تو شد SN، یعنی خودش کاهش پیدا کرد. یعنی الان SN دوباره مثبت تو توانایی چی داره؟ توانایی اکسایش بغل دستیشو داره. چون واکنش انجام شده، بس من میگم SN دوباره مثبت من اکسنده تر از ZN دوباره مثبت من. آقا چرا نگفتین ZN؟ چون بچه ZN نمیتونه بیاد منفی بشه، که فلزات که نمیتونن منفی بشن. تو داری فرض میگیری که این بیاد چی باشه؟ نقش اکسنده داشته باشه. اکسنده باید خودش چی پیدا کنه؟ بگین کاهش پیدا کنه. به نظر شما ZN صفر میتونه بشه ZN منفی یک؟ طبیعتا نه. بس عملا این فرض شما اشتباهه. بس ما باید این یونها رو با هم بگیریم و این ترکیبایی که مینیمم عدد اکسایش هم دارن با هم بگیریم. حواستون باشه به این موضوع. حالا میگم این خیلی بحث مفصلی نیست، جلسه خود همین زمان میبره. ما سعی میکنیم که براتون فشرده کنیم که بتونین راحت یاد بگیرین و بلد باشین سری اکسندگی و کاهندگی ضد همن. الان چه ننوشی کلسیوم روی اس ان غلی یا همون ببخشید بچه غل و هیدروژن. اگر این سری رو برگردونی چی میشه؟ میشه CA ZN SN H. H2 نه، زوجگونش رو بنویس. یعنی چی؟ الان اینجا کلسیوم که داری
زوجگونه کلسیوم چی باید باشه؟ کلسیوم دوباره مثبت باید باشه. زوجگونه Zn دوباره مثبت، Sn دوباره مثبت، هاش هم یک بار مثبت. این الان شد سری اکسندگی. بریم سوال جواب بدیم باهاش. فلزات Zn, Sn و Ca را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کن. من مرتب کردم. استدلالی مرتب کردم. کلسیوم بزرگتر از Zn، بزرگتر از Sn. نیازی هم نبود. شما میدونید کلسیوم واکنش پذیری بیشتری از Zn داره، Zn هم واکنش پذیری بیشتری از Sn داره. بریم سوال، بریم بخش بعدی. اگر فلز کلسیوم را درون محلول هیدروکلوریک اسید، بچه هیدروکلوریک اسید خودش که تو واکنش های اکسایش کاهش شرکت نمیکنه، اچ مثبتش رو میفرسته، خودش رو در حدی نمیبینه که اصلا بره تو جنگ با فلزات، میگه خب من اچ مثبتمو میفرستم. و ما میدونیم فرضم این بود SHE رو خوندین، یعنی میدونید دو تا اچ مثبت به علاوه دو تا الکترون میشه H2. اینو میدونید، فرضم این بود، فرضم این بود. خب حالا که من اینو میدونم و میدونم این ای صفرش صفره، هر چیزی که از این بزرگتر باشه باهاش مثبت واکنش نمیده، یعنی ای صفرهای بزرگتر از صفر با اچ مثبت واکنش نمیدن، کوچکترش واکنش میدن. اما اینجا ما ای صفر هم نداریم متاسفانه، یعنی من الان باید برای واکنش اینا ببینم که آیا اچ مثبت به علاوه سی آ میدهد سی آ دوباره مثبت به علاوه اچ دو، یه دو هم اینجا میگیره، یک هم اینجا میگیره، یک هم اینجا، یک هم اینجا. سخت شد نه؟ خوب حواستو بده تا این سختیه کلا برطرف بشه. بچه ها الان کلسیوم من اگر قرار باشه با هیدروژن واکنش بده، باید در سری کاهندگی از H2 کاهنده تر باشه. یعنی به عبارتی کلسیوم من باید بتونه H مثبت رو کاهش بده. برید تو سری کاهندگی ببینید. بله کلسیوم از H2 خیلی کاهنده تره. و بدونید فلزات واکنش پذیر نظیر کلسیوم، منیزیوم، لیتیوم، سدیم، آلومینیوم، اینها ای صفر کوچکتر از صفر دارن و با اسیدها واکنش میدن، با اکسیژن هم واکنش میدن. توجه ده بده به من یه لحظه، دلیلش چی بود؟ بس به این دلیل که کلسیوم قدرت کاهندگی بیشتری از هیدروژن داره. به همین سادگی سوال پودر شد. فقط این تیکه بچه، این تیکه استخراجی، این خودش یه تست کنکوره، حواستون باشه. با اینکه مبحث به ظاهر سادگیه، اما میتونه با آوردن M N کاری بکنه که دانش آموز اون دیتاهایی که در مورد جدول حفظ کرده، بعضی دانش آموزا زرنگن میان جدول حفظ میکنن، یه رمزی هم میذارن، بعد طرا میگه خب تو حفظ کردی این جدول، من یه کاری میکنم که نتونی جواب بدی، باید با دیتای مفهومی جواب بدی. کاملا مفهوم بود اگه دقت کنی. خب بچا ترکیب های عالی چجوری عدد اکسیژن به دست بیاریم؟ من این رو میخوام به دست بیارم، این کربن رو میام اول جداش میکنم. سی های سه بچه، این پایین هم کربونه دیگه اگه دقت کنید. بچه من میام این سری رو تو ذهنم میسپرم، این سری، اونایی که سمت چپ کربن هستن زورمندترن، اونایی که دست راستش هستن که بدبخت فقط یه دونه هیدروژن و فلزات هستن کمزورترن. یعنی چی؟ ببین الان طبق قاعده اول فرمول می نویسی، عدد اکسایش میشه الکترون ظرفیت اتم منهای الکترون های نسبت داده شده در ساختار. توجه کنید بچه ها، الکترون ظرفیت که معلومه ایشون گروه 14، ما یاد گرفته بودیم یکان شماره گروه رو برداریم میشه الکترون ظرفیت. در ادامه الکترون نسبت داده شده رو شما باید به دست بیاری. بیا اینجا یه لحظه بچه ها، زور کدوم الان بیشتره بین این کربن و هیدروژن؟ طبیعتا زور کربن. کربن چه زوری میخواد بگه به هیدروژن؟ میخواد بگه تمام الکتروناتو بده به من. الکتروناش از هیدروژن میگیره، از به خودش نسبت میده، الکترون های هیدروژن همش رو میگیره، پیوندی ها رو، اما زورش به هم جنس خودش نمیرسه.
مجبور اون سهمی که خودش داره رو نگه داره. مگه این پیوند ناشی از یه الکترونی که کربن داده بود و یه الکترونی که این کربن پایینی داده بود تشکیل نشده؟ خب الکترون میگه بی خیال، من سهم خودم رو میخوام، همون یه الکترونش رو میگیره. بس وقتی با همزور خودش میفته الکترونش رو تقسیم میکنه. بچه ها من روش تستی بهتون گفتم، خب اون روش تستی برای ردوکسایش به درد اینجا نمیخوره، میخوره نمره نمیگیریم، اون همه جا به درد میخوره ولی نمره نمیگیریم. بیای منفی یک و مثبت یک و صفر نسبت بدی بهت صفر میده راحت، اونو بذار واسه تستا. حالا اینجا بچه ها الکترون ظرفیت اتم 4 بود، الکترون نسبت داده شده رو بشمر، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی 4 منهای 7 میشه منهای 3. این شد از این بچه ها. این یکی، این یکی دیگه میخوام رو همین کار کنم. کربن به کربن وصله، کربن دوگانه به اکسیژن وصله، دیده نمیشه، یک کربن هم به این اکسیژن وصله. بچه ها اکسیژن زورمندتر از کربنه، میگه الکترون واسه من، الکترون واسه من، پیوندیات واسه منه. اما این کربن دیگه باید سول میکنه، میگه یک یک. اگه دوگانه باشه چی آقا؟ دوتا خودش میگیره دوتا میده به اون یکی، حله؟ حالا اینجا بازم کربن دیگه 4 تا الکترون طلای ظرفیتش داره، فرمول بازم نوشتم قبلش، چند تا الان در واقع داره؟ یه دونه، کلا یه دونه بهش نسبت دادیم، میشه 4 منهای 1 میشه مثبت 3. بس برای الکترون های نسبت داده شده ما میایم میگیم اونایی که سمت چپ یه اتم باشه، مثلا نیتروژن رو معیار بگیر، اونایی که سمت چپ نیتروژنن تمام الکترون‌های پیوندی بین خودشون و نیتروژن رو واسه خودشون میکنن، اونایی که سمت راست نیتروژن یعنی کربن و هیدروژن الکترون‌های پیوندی بین خودشون و نیتروژن رو تقدیم نیتروژن میکنن. حالا چرا من گیر دادم به کربن؟ چون کربن بیشترین فراوانی رو توی سوالای امتحانیتون داره. بچه من طبق عادت از مهندس یه تایمر اول بگیرم، چند دقیقه شده؟ خب شکل بعدی دقیقا همون سلولیه که من کشیدم. بعضی اوقات بچه توی سوالای امتحانی فقط با مثبت و منفی نشون میده سلول شما رو. اگه باتری داشته باشه مطمئن باش گالوانی نیست، چون من گفتم گالوانی انرژی تولید میکنه دیگه. بس اون یکی از اون یکی چیه؟ الکترولیتی، در موردش جلوتر کلی صحبت داریم. میگه شکل روبرو ولتاژ ولت سنج رو در سلول گالوانی نشان داده، با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. بچه بیاین مشخص کنیم الان اینجا این منفی باید به چی وصل باشه تو سلول گالوانی؟ مشخص کرده خودش آنود. بس اینجا اکسایش اتفاق میفته، اینجا باید کاتود باید باشه، الکترون از این ور به این ور حرکت میکنه، در داخل آنیون مسیر دو رو انتخاب میکنه، جرم این تیغه چون داره اکسایش پیدا میکنه کم میشه، غلظت Fe دوباره مثبت زیاد میشه، جرم این تیغه M ما زیاد میشه، غلظت M دوباره مثبت ما کاهش پیدا میکنه چون داره مصرف میشه و به سمت کاتود میره. و این میشه کلیات داستانی که ما داریم. مسیر یکمون هم مسیر کاتیونه، پیچیدش نکن، اینم EMFشه، یعنی ای کاتود من های ای آنود، به همین سادگی. کدوم بچه پایینه کدوم بچه بالا؟ قطعا آنود بچه پایینه، کاتود بچه بالاه، با کلاس تو جدول مثبت تره. میگه در این سلول کدام فلز FE یا M نقش کاتود ایفا میکنن؟ چراشو نگفته M. از کجا فهمید از این مثبتی که اینجاست؟ سوتی ندی یه موقع؟ با انجام واکنش جرم کدام تیغه FE یا M کاهش مییابد؟ ما پیدا کرده بودیم زمانی که یک گونه اکسایش پیدا میکنه در آنود از جون خودش مایه میذاره. رمز دیگه هم میتونی بذاری، بچه پایین درست باخت نمیدم و جونشو میذاره واسه اینکه باخت نده. خیلی مشی شده. پی چی میگه؟ بس این شد. FE تیغه میگه، سوتی ندیا، نمیگه سلول، نمیگه غلظت. اگه میگفت غلظت این شکلی میشد، غلظت FE دوباره مثبت داره زیاد میشه، غلظت M مثبت داره کم میشه. P میگه کدام مورد یک یا دو جهت حرکت آنیون ها رو نشان میده؟ دو. چرا رو گفت؟ بگو در مدار داخلی آنیون ها
از سمت کاتود به آنود مهاجرت میکنن. یه باهوش تو جمعتون پیدا میشه میپرسه آقا چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی که اینور الکترون میاد این سمت، اگر بار منفی خودشو نرسونه اینور، کلن اینور میشه بار منفی، اینور میشه بار مثبت و سلول متوقف میشه. این نکته هم بدونید، هر بخشی از این سلول جدا کنیم کلن جریان قطع میشه. این مدار فیزیک که باید سیرکوله باید باشه، این هم باید دقیقا مدار سایکلیک یا دورانی باشه. کدام ذره Fe دوباره مثبت یا M مثبت اکسنده تر است؟ بچه ها آن چیزی که توانسته خود به خود اکسید کند اکسنده تره دیگه، غیر اینه؟ چیزی که اکسید کنه خودش چه بلایی سرش اومده؟ کاهش؟ آفرین. کدوم گونه داره اینجا کاهش پیدا میکنه؟ ام مثبت یا اف ای؟ ام مثبت. تمومه. گرفتین چی شد بس؟ گونه ای که بتونه یه گونه دیگه بغل دستشو باعث اکسایشش بشه، بس میشه گونه اکسنده تر دیگه، خیلی واضحه. خب الان بین این دو کدوم تونسته اون یکی رو اکسید کنه؟ ام تونسته عامل اکسید اف ای بشه، یا به بعد ام مثبت تونسته عامل اکسید اف ای دوباره مثبت بشه. سه میگه اگر پتانسیل کاهشی استاندارد اف ای دوباره مثبت اف ای برابر اینقدر باشه، یعنی چی به من داده؟ ای آنود رو داده، ای صفر آنود رو داده. از طرف اینجا هم به من ای صفر سل رو داده، اگر اشتباه نکنم 1.34 ولت. ای صفر سل چی میشه بچه ها؟ ایه کاتود منهای ای آنود. حالا چی میخواد؟ از من پتانسیل کاهشی استاندارد میخواد. خب اینو که داده 1.34 ولت، ای آنود داده -44، منفی در منفی میشه مثبت، دوباره میره اون بر میشه منفی. بخوای حساب کتاب کنی ای کاتود شما میشه، ای صفر کاتود میشه 0.8، و این 0.8 متعلق به فلز نقره است. اون بچه بالایی که دنبالش میگشتین یعنی ام، عملا فلز نقره است. اگه میپرسیدم و یه جدول میداد تو میمدی اینو به دست میآوردی، بعد میگفتی خب طبق این جدول بس این نقره است، فلز نقره است. یعنی تو اومده بودی از طریق EMF به این رسیده بودی، بعد میمدی حساب کتاب میکردی. خیلی ساده. از اینجا بعد بچه به سلول الکترولیتی میرسیم. یعنی اینو که بگم، فیول سل رو بگم، سل سوختی رو بگم، که یه سل گالوانیه، وسط نسطا هم یه دونه اکسایش آهن داریم که اونم سل خود به خودیه، بقیهشون همه الکترولیتی هن. خیلی خوب حفظ کنید، هیچ پیشبینی نمیشه کرد. از بین برقکافت آب، برقکافت سدیم کلورید مذاب، اکسایش آهن، محافظت از آهن، فرایند تولید منیزیم، فرایند حال و آبکاری فلزات توسط یک فلز دیگر، کدوم یکیشون جز سوالاتتونه؟ این مواردی که گفتم باید کامل رو از کتاب مطالعه بکنید، کامل باید مطالعه کنید. خب بریم این فیول سل رو بررسی کنیم. سل سوختی این شکل کتاب بچه، من میخوام تشریحش کنم کامل. این بازم سل گالوانیه بچه. چی میگه؟ میگه شکل زیر نوعی سل سوختیه، هیدروژن اکسیژنه. به جای A و B و C واژه توصیف یا نماد شیمیایی مناسب را قرار دهید. بچه ها الان A ما، B ما، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. یادتون باشه تو سل سوختی داریم واکنش اتفاق میفته. H2 به علاوه O2 میده H2O گاز، بخار آب داریم. یه دو اینجا میذاری، یه دو اینجا میذاری، تموم میشه کار. دقت کن چی کاهش پیدا کرده؟ اینجا هاش دو من صفره، او دو من هم صفره. تو این ترکیب هاش کنار یه نافلز اومده مثبت یک، او هم در اغلب ترکیبات منفی دوه. بس عملا هاش من اکسایش پیدا کرده، آنود منه، آنود منه، او دو من چی پیدا کرده؟ کاهش پیدا کرده، کاتود منه. بچه ها جریان الکترون رو ببینید، جریان الکترون رو ببینید. از جریان الکترون باید بفهمید اگر حفظ نیستید شکل رو. الان جریان الکترون از آنود من شروع میشه دیگه، بس این بخش آنوده، این بخش کاتوده. بچه آنود من چی بود؟ H2. بس ورودی من H2ه، کاتود من چی بود؟ O2.
این کاتود با کاتالیزگر، حواستون باشه، اینم آنود با کاتالیزگره. این وسط یه غشایی داره به نام غشای مبادله کننده پروتون. چجوریه بچه ها؟ اینا خودشون نیم واکنش دارن دیگه. اول من بیام اینو حلش کنم، بعد میگم دقیقا نیم واکنشش چیه، توضیح میدم این شکلو. به جای ABC نوشتیم تفاوت سلول سوختی و باتری ذخیره‌گاه ندارد، سلول سوختی یا سلول سوختی ذخیره‌گاه نداره. چالش‌های کاربرد سلول سوختی تأمین سوختشه بچه‌ها. از کجا بیاریم هیدروژن رو بسوزونیم؟ خیلی مهمه. خیلی آسون بودیم بخشش، ولی ادامه فرض می‌کنیم سخت‌تر و جوندارتر بهتون بدم. این از این دو بخش، از دو بخش تشکیل شده. یه بخش H2 میشه H مثبت، یه بخش H2 ما میشه H2O، بخش O2 ما میشه H2O. خب این بخشی که اکسیژن داره من میدونم قطعا کاتودمه، این بخشی که هیدروژن داره قطعا آنود. آقا از کجا فهمیدین؟ اینجا نوشتم. در ادامه باید بیام چی کار کنم؟ اینو موازنش کنم. دو تا الکترون، دو تا هیدروژن اینجا قرار میگیره تا تعداد هیدروژن ها موازنه بشه. از طرف دیگه دو تا الکترون اینجا قرار میگیره تا بالانس بین بار مثبت و منفی به هم نخوره. این ورم یه دو میذارم، اینجا باید 4 تا هیدروژن بذارم به علاوه 4 تا الکترون. بچه‌ها الان پایینی کاتود بالای آنوده، خوب توجه کنید نکات ریزشو. شما قبول دارین توی آنودتون داره هیدروژن تولید میشه، این هیدروژن مبادله میشه، هیدروژنتون H مثبتتون میاد با O2 متصل میشه، H2O تولید میکنه، اینجا H2O گاز خارج میشه. پس این اولی نکتهش بود. نکته بعدی، آنود شما داره H مثبت تولید میکنه، قبول دارین؟ پس آنود pHش باید بیاد پایین، یعنی تورنوسولو باید سرخ کنه، کاغذ pHش باید سرخ کنه. کاتود من چطور؟ H مثبت داره مصرف میکنه، بس غلظت H مثبت کاهش پیدا میکنه، بس pH من باید بره بالا، باید کاغذ pH بشه آبی، ادریسی باید بشه سرخ. چقدر نکته ریز داشت؟ الکترون ها هم توی این مدار کناری دارن عبور میکنن و بدونید بازده درصدی سلول سوختی نزدیک به 3 برابر سلولای درون سوزه. یعنی بیای اگر سوخت و بریزی داخل نیروگاه، بعد بیا چیکار کنی؟ بسوزونی، بخار آب تولید کنی، انرژی تولید کنی، توربین به چرخه، مگنت اون وسط الکتریسیته تولید کنه، کلی راه داری میری. بازش 20%، این بازه 3 برابر، نزدیک به 3 برابر اونه. این یه نکته. بعد یه چیز دیگه هم بگم، وسواس تستی رو توی تشریح لطفا نداشته باشین. بعضی از بچه ها هنوزم من میگم نزدیک به 30%، اگر ببینن نزدیک به 60%، اگر ببینن 60% بازده به شک میکنن. نه بچه ها، تشریح دیگه اون داستان مثلا نزدیک به بیشتر کمتر اینا را نداره. خب ما رسیدیم به این که در مورد صحبت کردیم سلول سوختی یه ایراد دیگه داره. اگر به جای هیدروژن از متان استفاده کنیم با توسعه پایدار در تضاده. من نمیدونم کتاب چی اینا آورده. خب بچه‌ها یه نگاه کلی بندازیم، خیلی قشنگ بود. خود شکله، این یکی از اون شکلهای مهمه که در انتهای فصل 2 داریم که توضیح هم دادم در موردش صحبت میکنم، نکاتش هم مشخصه. علاوه بچه‌هایی که میگم روی کرده تستی روی مبحث دارن قطعا بدونن اون نزدیک به 60% براشون مهمه و نکات ریز و این نیم واکنش ها هم مهمن. و یه نکته دیگه هم میتونیم بگیم ما بچه ها، الکترون مبادله شده شون هم بچه ها که میخوان تستی بخونن. یه پرانتز یه لحظه باز کنم بچه ها، ما چند تا H داریم اینجا؟ 4 تا، ضریب 2، زیروند 2، 4 تا H. هر H من چند واحد داره درجه اکسیدش تغییر میکنه؟ یه واحد. آفرین. یعنی 2 مول H2 که با 1 مول O2 واکنش میده 4 مول الکترون مبادله میشه. اگر خواستی موازنه اینو انجام بدی یه نکته ریز داره، الکترونات باید با هم برابر بشن. تو چی کار باید بکنی الکترون ها با هم برابر بشن؟ باید بیای کل این واکنش رو ضرب در یه عددی بکنی که تعداد الکترون های فراورده واکنش اول با واکنش دهنده واکنش دوم ساده بشه. اینم از
سل مهمه بعدی دیگه که اتفاقا الکترولیتیه. تو الکترولیتی ما چند تا تفاوت داریم؟ من الان میخوام اینو بیام اینجا الکترولیتی رو بنویسم. یک، الکترولیتی اینجا باتری داره که قطب منفیش به کاتود وصل، مثبت به آنود وصل. این میشه الکترولیتی. الکترولیتی غیر خود به خودیه، ظرفش یکیه، جدا کننده نداره، غشا نداره، همه با سیا نوشتم. جهت حرکت الکترون همونه، تو کاتود همون اتفاق میفته، تو آنود همون اتفاق میفته. معمولا الکترودش گرافیتیه، بی اثره. تمام. این تفاوت بین الکترولیتی و گالوانی بود. چی شد بس؟ قطب منفی وصل میشه به کاتود. چرا؟ چون همیشه باید به کاتود الکترون وارد بشه تا بتونه اون گونه کاهش پیدا کنه. خیلی منطقیه، حفظ کردن نمیخواد. قطب منفی من باید به کاتود وصل بشه تا کاتود الکترون بگیره. اینم از این. بریم باید سوال حل کنیم تا متوجه بشیم. میگه با توجه به شکل مقابل که برق کافت آب، بنده خدا خودش داره میگه تو برق کافت آب بچه وارونه واکنش سل سوختی، هاش دو تبدیل میشه به هاش دو به علاوه او دو، موازنش هم بازم میشه دو دو یک. تعیین کنید این فرآیند در چه نوع سلولی، گالوانی یا الکترولیتی انجام میشود. سوال میپرسن آقا ما علم غیب داریم. این تو فیزیک نمادی چی بود بچه ها؟ باتری. قطب منفی کجا وصله؟ این و قطب مثبت هم این ور وصله، چیزی که من دارم میبینم، این مثبت این منفی. بس این میشه کاتود من، چون الکترولیتیه میشه آنود من. محلول رقیق الکترولیت برای چی بچه ها؟ چون آب خالص رو اگر بخواد، آب خالص عملا رسانه ای نداره، اگر بخواد آب خالص رو برق کافت کنه چه اتفاقی نمیفته. آقا برق کافت چیه؟ برق کافت همون الکترولیزه، الکترو آنالیزیز، یعنی تجزیه به وسیله الکترون ها. کلن تجزیه به وسیله هر چیزی میشه چیز کافت. مثلا اینجا برق کافت تجزیه به وسیله برق. بچه میلیون آب به من میدیم. خب تعیین کنید این فرآیند در چه نوع سلولی، سلول الکترولیتی. چرا؟ چون غیر خود به خودیه. یک، آقا چرا غیر خود به خودی؟ بچه ها منطقی لطفا فکر کنید چرا غیر خود به خودیه؟ آب خود به خود به هاشتو تبدیل میشه؟ یکم فکر کنید، آبی که داریم میخوریم خود به خود به هاشتو تبدیل میشه؟ متوجه نمیشم. یا خود به خود اکسیژن آزاد میکنه؟ نه. و مهمتر اینه که باتری بهش وصله. باتری کلید واژه‌مونه. باتری داره به با وارد کردن نماد الکترون در هر نیم واکنش مشخص کنید کدام نیم واکنش آنودی و کاتودیه. بچه ها اونجایی که فقدان الکترون، الکترون اضافه کنید، فقدانش. الان اینجا بارمون چقدره؟ صفر. کلن سمت واکنش دهنده توی اولی صفر. خب این ور چطور بچه ها؟ این ور یه مثبت یک داریم، ولی اول موازنه تعدادش رو انجام بدین. شما اگر اینجا یه دونه دو بذارین، اینجا چهار بذارین، یک بذارین، موازنه تعداد انجام میشه. چی کار کردم؟ دیدم اینجا اکسیژن دو تا، اینجا یه دونه است، دو اینجا گذاشتم، یک اینجا گذاشتم. مرحله بعدی دیدم چهار تا هیدروژن دارم، اینجا چهار گذاشتم. بچه ها این ور چهار بار مثبت داریم، باید خونسا بشه، چون این ور سمت واکنش دهنده هیچ باری نداریم. یه چهار تا الکترون خوشگل میذاریم، موازنمون تکمیل میشه. دقت کنید الکترون از دست رفته، اکسایش پیدا کرده، آنوده. همینجوری هم میتونی بفهمی ها. اینجا عملا او دوباره منفی شده، او صفر رفته بالا، اکسایش آنود. توی بخش پایینی بچه ها. و نکته بعدی، بس تو آنود ما، پس تو آنود ما چه اتفاقی میفته بچه ها؟ اچ مثبت تولید میشه، سوتی ندیم، بس پی اچ میاد پایین. توی کاتود ما چطور؟ بس قاعدتا پایینی کاتود دیگه بچه ها، غیر اینه؟ خب ضد هم بودن. کاتود من OH منفی تولید میکنه، pHش میره بالا. خب برای این میخواییم الکترون معین کنیم بچه ها. برای الکترون معین کنیم. الان بخواین اول موازنش رو انجام بدین، خیلی کار ساده تریده. خب الان شما اینجا میتونید یک اینجا میتونید دو بذارین. چرا؟ من چون هر چقدر دارم فکر میکنم میبینم من نمیتونم
با اکسیژن بیام کاری بکنم، با هیدروژن بیام کاری کنم، یه دو اینجا میذارم، یه دو هم اینجا میذارم، یک بذارم مثلا کسری بذارم، خودم میدونم دارم به تکنیک میگم، اینجا یه دو بذار. بعد از طرف دیگه الان چند تا اینور هیدروژن داریم؟ دو تا. اینجا عدد میخواد، نمیشمریمش، اینجا 4 تا، یعنی یک اینجا بذارم تمومه. اکسیژن موازنه است، بله. حالا کجا فقدان الکترون داریم؟ این بار سمت واکنش دهنده، تو ابزار خونسا کردن بارت الکترونه، بس دو تا الکترون مینویسی و خونساش میکنی، الکترون گرفته، کاهش پیدا کرده، کاتوده، چه اینم شد برکافت آب. هول و هوشه، هول و هوشه، آنود من اچ مثبت تولید میشه، دور و بر کاتود منم او اچ منفی، یعنی عامل اسیدی. و اگر هم بخواید بررسی کنید بچه‌ها، ما به ازای 2 مول آب که برکافت میشه، گازی که در آنود تولید میشه، گازی که در کاتود تولید میشه، حجمش 2 برابر آنوده که عملا گاز اکسیژن باشه. چرا 2 برابره؟ چون ضریبش هم 2 دیگه، ضریب استکیومتری H2 2. اینم از این، اینم فرایند مهم بعدی. اگر دقت کنید از هر فرایند یه امتحان نهایی سوال اومده، دیگه هم فرایند ندارن، دیگه اضافه نمیتونن بکنن. نکته بعدی بچه ها، یادتونه میگفتیم بچه پایین بچه بالا، فلز اکسایش پیدا میکنه، فلز یعنی آهن. بعضی فلزا فلزات سارو، رمزای مختلفی داره، کاری نداریم، فلز یعنی روی، غل، آلومینیوم، بچه ها اینا اکسید میشن، اما اکسیدشون میاد یه لایه زخیمی رو سطحشون میسازه، مانع نفوذ اکسیژن به لایه زیرین میشه، پس فقط سطحشون اکسید میشه. اوکی، این فلزات همچین ویژگی دارن و برای اینا ما بررسی نمی کنیم مثلا فرایند اکسایش رو، اما برای فلز عین آهن چجوری اکسایش پیدا میکنه؟ مرحله اول Fe شما میشه Fe دوباره مثبت علاوه 2 تا الکترون. اون بر آب وجود داره، گاز اکسیژن هم وجود داره، رطوبت هوا اکسیژن، میاد تبدیل میشه به OH منفی. اگه بخوایم موازنه کنیم، یه 2 اینجا بذاریم، 4 اینجا بذاریم، 1 اینورم 4 تا الکترون، این میشه بچه میبینی الکترون گرفته میشه کاتود، این میشه آنود. پایگاه کاتودی من اکسیژن، پایگاه آنودی من آهنه. اگر آهن اکسید بشه، مرحله بعد بازم آهن دوباره مثبت، یه الکترون از دست میده، میشه آهن 3 بار مثبت و بازم واکنش کاتودی من همونه. یادتون باشه تو این واکنش، این قطره آب اگر این فلز M نباشه، آب هم نقش الکترولیتو داره، هم نقش واکنش دهنده. چقدر نکته داره، چقدر نکته داره. حالا بچه‌ها در مورد حفاظت، یه فلز اومده روی این قرار گرفت، ما 2 مدل حفاظت کاتودی داریم. مدل 1، یه بچه پایین بیاد رو فلز، یعنی باش رفاقت کنه، بچه پایین رفاقت کنه با آهن، 2 بچه بالا. دیدی از اوقات با یکی رفیق میشی فکر کنی خیلی با کلاسه، همه چیش اوکی، خب بچه یه لحظه رفتم دوباره برمیگردیم، داشتم میگفتم دیدیم اصلا طرف خیلی خفنه، بعد یه مشکل که برمیخوای یه زنگ میزنی فلانی من فلان جا هستم، نه با درگیرم نمیتونم بیام، اون رفیقت که مثلا نه زیاد با کلاس نیست و اوکی همیشه با همه، خودش زیاد نمیگیره، پولدار مولدارم نیست، خب اون به دادت میرسه. این تیک زیبایی الکتروشیمی برای من همینجاست، درس زندگیه. ما آدم هم از اتم ساخته شدیم، همیشه اعتقادم اینه شبیه اتم ها رفتار میکنه، همیشه توی این
بحث که میرسم دوست دارم درس رو قطع کنم، سوال متفرقه بکنم، یعنی بریم سراغ درس زندگی هست و نصیحت میکنیم، ولی من این کار رو نمی کنم چون وقت ندارم طبیعتا. ولی یادتون باشه رو کی حساب میکنید ازتون حفاظت کنه؟ آهن وقتی با روی که یه بچه پایینه رفاقت میکنه، آهن روشو سفید میکنه، میشه آهن سفید، میشه آهن گالوانیزه. بچه خیلی گرونتر از حلبیه. ممکنه به ظاهر اون رفیقت از تو حتی پایینتر باشه، ولی کنار هم قرار بگیریم میتر کنید. همون بچه بالایه، یعنی غل که بچه بالاتر از آهنه، وقتی حفاظت میخواد بکنه از آهن به ظاهر حفاظت میکنه، بهش میگن حلبی. آقا به ظاهر حفاظت میکنه یعنی چی؟ دقت کن، اگر روی اینجا بشینه تا زمانی که کل روی مصرف نشه و اکسایش پیدا نکنه آهن دست نمیخوره. نگاه کن این تیکه که خراش پیدا کرده خودش داره فدا میشه، دست به آهن نمیخوره. اما اگر SN بود اینجا، SN میگفت بی خیال بابا من حال ندارم، جا خالی میداد. الان اینجا اگر SN بود، به جای SN من که حفاظت کننده است، آهن من اکسید میشد. چقدر این الکتروشی میجذاب. بس من الان برای این که حفاظت بکنه از من، حفاظت کرده دیگه، اینا خودش فدا شده، امه فدا شده، حفاظت بکنه، دنبال بچه پایین میگردم. بچه پایین در از آهن، بله، یعنی منفی 76 صدم، یعنی روی. میگه فلزم کدام یک از فلزهای مس یا روی میتواند بشه؟ چرا روی؟ چون ای صفر کمتری از آهن دارد و در مقابل اکسیژن اول اکسید می شود. این است. نیم واکنش موازنه شده کاهش رو بنویسیم بچه. چی داره کاهش پیدا می کنه؟ اکسیژن و آب دیگه. اکسیژن پایگاه کاتودی ما بود دیگه. O2 باید با آب ترکیب بشه. هفسیه بس دیگه. دیدین دیگه این هفسیه الان. O2 باید با آب ترکیب بشه. بده چی؟ OH منفی. چقدر باحال. یعنی محصول نهایی ما چی؟ یک محصول قلیاییه، ولی بدونید اگر اسید باشه سرعت اکسید شدن بیشتره. OH منفی میشه، چی میده بچه به من؟ موازنه کنیم، یه یک بار اینجا بذاریم، یه دو بار اینجا بذاریم، یه چهار هم اینجا. فقدان الکترون سمت راست میشه 4 الکترون، موازنه شد. توضیح دهید چرا برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی از حلبی استفاده میکنن؟ چون واکنش پذیری کمی با غذا دارد. بچه درسته این بخش حفظیه، اما مفاهیمش هم میبینید چقدر مهمن. نکات ریزو شاید نبینید شما، من بهتون یادآوری میکنم. بریم سراغ سلول دانز، تولید سدیم کلرید، برقکافت سدیم کلرید مذاب. سدیم کلرید مذاب NaCl بچه ها. سوالشو ببینیم اول. میگه با توجه به شکل زیر به پرسش پاسخ دهید. نوع این سلول گالوانی الکترولیتی. گفتم باتری دیدی؟ الکترولیتی. چرا؟ چون باتری داره. تموم شد. علت افزودن مقدار کلسیم کلرید. چرا کلسیم کلرید اضافه میکنم؟ بچه ها ما میخواییم NaCl جامد رو تبدیلش کنیم به NaCl L، چون اگه L نشه اینجا اینجا رسانایی نداره. شما تو همین سال 12 فصل 3 میخونید جامدهای یونی در حالت جامد رسانایی ندارن، در حالت مذاب رسانان. خب در حالت مذاب رسانا باشن، بس باید بهشون دما بدیم دیگه. بابا دماش زیاد، انرژی میبره، پول میبره، نمیخوایم خرج کنیم. کلسیم کلرید اضافه میکنیم که بیاد مقداری انرژی آزاد کنه و عملاً نقطه ذوب NaCl را کاهش نهد. این هم از این. بچه نیم واکنش کاتودی، من فقط میخوام اینو بهتون بگم، منفی داره میشه کاتود، مثبت داره میشه آنود، گاز هولوشش آزاد میشه، هر دو میله هم گرافیتی، هر دو گرافیتیه بی اثر.
مثبت منفی. حالا بریم واکنشو ببینیم. بریم یکم. بچه NaCl L باید تبدیل بشه به چی؟ اینو باید بلد باشی. NaL به علاوه Cl2H. Na چی؟ L. بچه یادتون باشه منیزیوم و سدیم مذاب از الکترولیت های خودشون سبکترن، کمچگالترن، میمونن روی ظرف. حواستون باشه. خب اینجا الان بچه NaCl ما شد NaL به علاوه Cl2 گازی. سر Na چه بلایی اومده؟ از مثبت یک شده صفر، بس Na مثبت شده Na. بچه یه الکترون یعنی گرفته، یعنی کاهش پیدا کرده، یعنی ایشون کاتوده. میبینید توی کاتود من داره سدیم تولید میشه. تو آنود من چطور بچه ها؟ Cl منفی باید تبدیل بشه به Cl2. خب یه دو اینجا میذاریم، اول تعداد کلورها رو برابر میکنیم. سمت راست فقدان الکترون داریم و به همین راحتی میتونیم بگیم برای کاتودی بنویسیم Na مثبت و علاوه الکترون میده Na. یه بررسی کلی بکنید. من توصیه میکنم این بخشی که میرسین یه پاز بزنید آخرش، حتما نگاه کنید که چه اتفاقی افتاده، یعنی بررسی کنید دقیقا ریز بریز چی شده. بریم بخش بعدی، تولید آلومینیوم. بچه نگاه کنید میبینید اولین نکته که جلب توجه میکنه اینه که آلومینیوم مذاب این پایین جمع میشه، چون سنگین تر از آل دوس است. بازم بچه باتری وصله، چون باتری وصله مثبت به کجا وصله؟ به این سه تا میله. بس این سه تا میله نقش چی رو دارن؟ آها آنود، آفرین. این منفی نقش چی رو داره؟ منفی توی سلای الکترولیتی به چی وصل میشد؟ باتری رو که دیدی منفی به چی وصل میشد؟ آها الکترون به کاتود وارد میشد، میشه کاتود. چی داره برق کافت میشه؟ آل دو او سه، بازم مذاب، یعنی اینجا الکترولیت ما مذاب فلز آلومینیوم، اکسید آلومینیوم. بس سلول ما الکترولیتیه. چرا؟ به همون دلیلی که قبلا گفتم، باتری میبینیم، منبع جریان برق میبینیم. اگر خود به خودی بود و گالوانی بود نیازی به استفاده از منبع جریان برق نبود. تعیین کنید کدام بخش گرافیتی A یا B نقش آنود داره. رو هوا زدیم ما قبل اینکه بگه، ما گفتیم بخش A یا B بچه‌ها نقش آنود رو میخواد، یعنی مثبت. بخش B چرا؟ چون قطب مثبت در سلول های الکترولیتی به آنود متصل است. خب واکنش کلی سلول بنویسین. بچه آل دو سه به علاوه کربن یادتون باشه این حبابایی که شما الان تو این شکل نمیبینید میشه CO2، اینجا هم میشه آلومینیوم مذاب. حواستون فقط باشه بچه ها این نیم واکنش کاتودیش میشه آل سه بار مثبت به علاوه سه تا الکترون میده آل، اما توی آنودش داستان داره. تو آنودش اول او دوبار منفی دوتاش تبدیل میشه به او دو به علاوه چهار تا الکترون. لول بعدی کربن میاد این او دو بالایی رو جذب میکنه، کربن گرافیت ها، یعنی اینجا تنها جایی که گرافیت داره مصرف میشه، میده سه او دو. به خاطر همینه که تو آنود محصول نهایی CO2ه، که اگر حساب کنی CO2 تو آب حل بشه چه اتفاقی میفته؟ CO2 یک اکسید چیه بگین؟ آه ماشاءالله اکسید نافلزی، اسید تولید میشه، pH میاد پایین. اینجا هم که آلومینیوم به شکل مایع تولید شده. یادتون باشه تولید آلومینیوم به صرفه نیست، تو 11 هم خوندید هر یه باری که بخواید اینو تولید کنید اگر بخواید آلومینیوم بازیافت کنید 7 تا قوطی میتونید به ازای یه دونه از این تولیدها به همون میزان تولید کنید. یه قوطی بتونید اینجا تولید کنید 7 تا قوطی میتونید از بازیافت با صرف همین انرژی به دست بیارید، چون اینا موقعی که میخوان مذاب بشن انرژی صرف میکنن دیگه. بچه موازینم کاری نداره، یه 4 بذارین یا اول فاز یه 4 بذارین یه 3 بذارین تمومه. بریم سراغ آخرین سوالمون تو این بحث و 4 تا نمونه دلیل بیاورید و تشریحی که به عهده خودتون میذارم. خب میگه شکل روبرو آبکاری یک قاشق فولادی را با مس نشان میدهد. اصلا آبکاری یعنی چی؟ میخوایم یه فلزی رو، یه تیکه
فلز رو میخوایم بیایم رو سطحش فلز دیگه بنشونیم. فلزی که استفاده باید بکنیم به عنوان الکترود به غیر از قاشق، اون فلزیه که میخواد روی قاشق من آبکاری بشه. مثلا اگر تو میخوای روی مس بنشونی، باید اینجا مس به کار ببری، یا الکترولیت هم باید مس کلورید مثلا باشه. میگیری چی میگم دیگه؟ مثلا CuCl2 که اینجا مس دوباره مثبت داشته باشه. اینجا سلولت الکترولیتیه اما الکترولیت گرافیتی نیست. نکته بعدی که خیلی برات مهمه اینه، جریانو ببین. گفتیم همیشه فرق نمیکن از آنود به کاتود میره دیگه، باتری هم داره قطعا الکترولیتی، بس این ور میشه آنود ما، این ور میشه کاتود ما. بچه اگه یه فلز اینجا باشه توی آنود، یه فلز توی آنود باشه، چه بلایی باید سرش بیاد؟ باید تبدیل بشه به CU دوباره مثبت، در دو تا الکترون دیگه اکسایش پیدا کنه. یعنی الان CU دوباره مثبت وارد محلول میشه، فرض کنید یه دونه CU دوباره مثبت وارد محلول شد، الکترولیت من هم که CU دوباره مثبته، خب یه دونه CU دوباره مثبت که وارد محلول بشه، یه CU دوباره مثبت دیگر رو هول میده که بره بشینه رو سطح مس، رو سطح قاشق، عذر میخوام، خب رو سطح قاشق میشینه، خب الکترون هم داره وارد اینجا میشه. این CU دوباره مثبت جذب الکترون انجام میده و رو سطح این قاشق میشینه. یه جوری دیگه هم میتونی یاد بگیری آبکاریو. مگه قرار نیست جرم مس شما، جرم قاشق شما افزایش پیدا کنه؟ خب وقتی جرم قاشق میخواد افزایش پیدا کنه، جرم کدوم تیغ افزایش پیدا میکرد؟ همیشه کاتود. آفرین، پس به کاتود وصلش کن. بعد طرفی دیگه اون فلزی که میخوای روی اون قاشق بشینه به آنود وصل کن. الکترولیت هم باید از جنس همون فلز بشه. نکته مهمه دیگه میدونی چیه؟ یه دونه CU دوباره مثبت میاد داخل، یه دونه مصرف میشه. پس غلظت CU دوباره مثبت، AG دوباره مثبت یا هر چی که باشه به جایی فرقی نمیکنه، همواره در این محلول ثابت. یعنی اگه نمودار مثلا الان CU دوباره مثبت بخوای بکشی غلظتش این شکلی میشه، برخلاف سایر سلول ها. قاشق نقش کاتود رو داره در این فرآیند. از محلول کدام نمک مس، مس دو سولفید نقره نیترات استفاده شد، اصلا نقره پرت داستان، میخواد اون کسی که حفظ کرده رو به دام بندازه، چون کتاب درستون مثال نقره رو زده. دلیل بنویسید، چون قراره با مس آبکاری کنی، قاشق با مس آبکاری شود، به همین دلیل باید از همون جنس استفاده کنیم. تیغه مسی به کدام قطب باتری؟ چون الکترولیتیه به قطب منفی وصل میشه. خب تا اینجا بچه بحث ما تموم شد. من توی ادامه جزء براتون یه سری سوالات طبقه بندی شده بیرون کشیدم از امتحانهای نهایی که ببینید مثلا همینو سریع بخوایم حلش کنیم. سلول دانز نوعی سلول چی بود بچه ها؟ الکترولیتی. برای افزایش قدرت پاک کنندگی فسفات اضافه میکردیم، توده مولکول یونی برای ذرهای سازنده کلویدی بود. من میخواین الان پاسخ اینا رو بهتون بگم، بعد حالا تحلیلش با خودتون. یه سری بخشای حفظیه که خیلی میتونه مفید باشه، مثلا الکترولیتی فسفات کلوئید لیتیوم کاهنده است، غیر صابونی، همگن، ندارد انرژی لازم برای گوتیرو از اون تلفنه، کمتر از انرژی لازم، کلسیم اکسید یک باز آرنیوس و در اصل سبب افزایش غلظت هیدروکسید میشه. نگاه کنید الان همینو یکی حفظش کنه دو نمره گرفته. یکی از تیپ سوالایی که شما دارین اینه، انتخاب مورد درست. دو تا مورد میده یا از اون بالا چند مورد میده باید پرش کنی. بچه یه هوشمندی هم باید به خرج بدین دیگه. گاهی اوقات تو متن همینا جواب یه سوال دیگه پنهانه. بخونید سوالو لطفا، همه سوالا رو اگه بلد هم نیستین حتما بخونید. یا اینجا میگه صحیح غلطا، من فقط صحیح غلطش رو مشخص کنم، شما دلیل باید براش بیارین. هر چه ثابت یونش یک باز کوچیک‌تر، ثابت یونش هر چه بزرگتر رسانه‌ای بیشتر. وارون نوشته غلط. محلول آلومینیوم سدیم هیدروکسید برای باز کردن مجاری مسدود شده در دستگاه صنعتی، درسته؟
بازده اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی 3 برابره در اون سوز. بله. رنگ کاغذ پیش در محل باریوم اکسید قرمز. غلطه. در شرایط یکسان رسانه الکتریکی محلول 0.1 مولار هیدروفلوریک اسید کمتر از ICL است. بله. از جمله ویژگی های لیتیوم که سبب شده از آن در ساخت باتری دگمه ای استفاده شود، کم بودن چگالی. غلطه. زیاد بودن ای صرف غلطه. خوردگی آن در محیط اسیدی بیشتره. کاملا درسته. چون ای صفرش، این هم مثلا ما نکته بدونید، چون ای صفر واکنش کاتودی ما تو حالتی که اسید باشه بزرگتره. خب مثلا فرض کن مثبت 2، آهن مثلا منفی 0.5. هرچی فاصله بین این دوتا کاتود آنود بیشتر بشه، سرعت واکنش هم بیشتر میشه. ما میدونیم مثلا در حالت این خود را بیازمانی کتابتون هستی که دقیقا عرضش هم نوشته، در سلول برخافت آب کاغذ پیش در پیرامون آنود به رنگ آبی در میاد. بچه اینو استدلال باید بکنه، این حفظی نیست. اینا برخافت آب چی بود؟ مثلا H2 میداد، H2 به علاوه O2. قبول داری یا نه؟ میگه پیرامون آنود. آنود چیه؟ آنود اینه که اکسایش پیدا کرده. الان چی اکسایش پیدا کرده؟ O شما سملا، یعنی H2 شده O2. فقدان چی داری سمت راست؟ این بر H داری، من نداری H. یه 2 اینجا بذار، یه 4 تا H هم این بر بذار. بابا H مثبت تولید شده، یعنی محیط اسیدی شده، به رنگ آبی در میاد. غلطه دیگه. جسمی که آبکاری میشه به قطب منفی وصل میشه، میخواد گولت بزنه. مواظب باش. در فرآیند حال گاز کربن دی اکسید در آنود تولید میشه. کاملا درسته. این هم که همه درستن، فقط دلیل باید بیاریم بچه ها. همین. خب نوعی سلول گالوانی که شیمیدان ها برای گذر از تنگنا استفاده میکنن فیول سل یا سلول سوختیه. قدرت پاک کنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوع آب و دما وابسته است. برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک، کلسیم اکسید به عنوان یک ضد اسید استفاده میکنیم، چون خصلت بازی داره. فراورده نهایی در سلول سوختی بخار آبه و توانایی ذخیره انرژی رو نداره. ذره های سازنده مخلوط های سوسپانسیون ذره های ریز ماده است. بازها با ثابت انرژی کوچک الکترود ضعیف به شمار میروند. خب این بخش آخر هم من فقط خواستم براتون تکمیل کنم، خودتون تحلیل کنید. تقریبا کل فصل 1 و 2 رو چند ساعت شد مهندسی؟ 1 ساعت و ربع داشتیم، الان 1 ساعت و نیم. مجموعا 2 ساعت و 45 دقیقه، کمتر از 1 جلسه کلاس های معمولی جمع‌بندی کردیم. واقعا سعی کردم که همه چیزی که میتونه شما رو حداقل به نمره 17-18 برسونه رو بهتون بگم. بچه ها باز هم اینه قبل تاکید میکنم، اگر دیدین ویدیو مفید فایده بود براتون، به دردتون خورد، چیزایی که قبلا متوجه نمیشدین دیدین، خیلی با لحن ساده تر میتونید متوجه بشین و دارین سوال حل میکنید کم کم، حتما برای دوستاتون ارسال کنید که اونام استفاده بکنن. براتون بهترین ها رو آرزو دارم بچه ها. دوست دارم که ذهنیتتون فراتر از چیزهای کوچیکی شبیه امتحانات به حالا نتیجه گرفتن تو یک امتحان کوچیک باشه و برنامه‌ریزی، حتی تو کنکور میگن هدفهای کوچیک، براتون هدفهای بزرگ آرزو میکنم. هدفهایی که بتونید با اون چیزی که در درونتون همیشه خلع دارین، حس میکنین که کمبود دارین، به اونها برسین و به آرامش برسین. تو این راه میتونه کنکور، یک امتحان یا هر چیز دیگه به عنوان یک وسیله استفاده بشه. وسیله دلیلی نیست که شما خودت رو از بین ببری، به خودت فشار روانی بیاری. اگر بعد دیدن این فیلم حس کردی نه من شیمیم خیلی پایم ضعیفه و من باید برم دوباره 10 و 11 بخونم، هیچ استرسی به خودت وارد نکن. واقعا نمیارزه. به جای استرس داشتن و اینکه فقط فکر کنی به این قضیه، سعی کن براش گام های کوچولو برداری و یک برنامه بلند مدت بریزی که برسی. همیشه میشه رسید، آدم با برنامه‌ریزی همیشه میتونه برسه. ولی بچه ها تو این بازه بعد کرونا که حالا بحث حضوری بازم سر زبونا هست، یعنی همه چی به همون وضع عادی که ما توی کرونا آرزوشو داشتیم ولی الان میفهمیم که واقعا آرزوی بیهوده ای بوده، دوباره داره تبدیل به همون وضع اوضاع میشه. تو این فضا خیلی مواظب خودتون باشین. درس شیمی
زمانی برای من جذابه که دانش آموز سر کلاسم باشه و سلامتی شما برای ما مهمترین چیزه. تو ایام امتحانات خیلی مواظب خودتون باشین، برای جلسه امتحانم حتما از ماسک استفاده بکنید، باز هم 1% خطر رو در نظر بگیرید. بچه نگین ولش کن نمیخواد، چون محیط تعداد افراد زیادی میرن میان، نمیشه گفت که مثلا 1 نفر 2 نفرن میدونم چه خبره، 100 نفر 150 نفر هر سری میان برای شرکت در آزمونتون. همین، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. عوض خودتون باشین. الان اینجا ساعت 9 که تموم کردم این کلیپ رو. شبتون بخیر، خدا نگهدار.